دوستان عزیز سلام، امروز میخوایم آموزش کاشت بنفشه آفریقایی، تکثیرش و آب دادن نگهداریش و آب دادنش و نکات ریزش رو بهتون آموزش بدیم. همینطور که میبینید این گل بنفشه آفریقاییه به این زیبایی و خوشگلی. حالا اینو میخوایم ما تکثیرش کنیم، طرز اینکه چطور تکثیر میشه رو بهتون یاد بدیم. اینو میتونید از هر ساقش قطعش کنید و به این صورت در میاد. به این صورت که در اومد، حالا نشون بدیم چطوری بکارین. اینو میذارین توی آب. اگر دوست داشتین یه روش پایینش ریشه میگیره، ریشه میده، بعد میتونین بکارین، یا اگر نخواستین میتونین همینجوری مستقیم وقتی که کندین داخل خاک کنین و خودش ریشه میده. به این صورت کاشته میشه. یه مقدار خیلی کم به این آب میدین. خب نکته خیلی مهمی که اینجا هست، بنفشه آفریقایی گلیه که هیچ موقع از بالا نباید بهش آب بدید و هیچ موقع به برگاش نباید آب بخوره یا اسپری نباید بزنین بهش. هر موقع خواستید آب بدید ظرف گود بعد یه ظرف گود بیارید و آره حالا ما نداشتیم، تو این اینجوری میریزید زیرش و این آب خودش میکشه بالا و سیراب هفته میشه. یه بار آب میخواد، هفته یه بار آبش میدید. بعد از یک ماه که آب دادید یه هفته بهش آب نمیدید و این باعث شوک دادن به گیاه میشه و باعث میشه که گل بده. این به این بوده. این هم همینطور که میبینید یه برگ بیشتر نبوده و اینجوری تکثیر شده به این زیبایی در اومده. این هم به یه همین صورت خواهد شد. اگر میبینید یه گل بسیار زیباییه، امیدوارم که بکارید و لذتشو ببرید. جاش هم که بعد باشه پنجره نور آفتاب و سایه، نور تقریبا نور سایه باشه پشت پنجره تو خونه و دیگه نکته دیگه نیست. خب تا دیدار بعد، خداحافظ.